چرا ولایت علی رضی الله عنه در قرآن کریم ذکر نشده است؟ لما وصلت الى السماء الاولى والثانيه والثالثه كل سماء فيها بعض الانبياء كل نبي كان لما يصل اليه الرسول كان يؤمن بتوحيد الله ونبوه النبي ولايه علي بن ابي طالب ولايه علي بن ابي طالب ولايه علي بن ابي طالب فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. پس چه کسی ستمگرتر از کسی است که بر الله دروغ ببندد تا بدون دانش و آگاهی مردم را گمراه سازد؟ همانا الله قوم ستمکار را هدایت نمی کند. در جاهای مختلفی از قرآن کریم اصول دین چون توحید و نبوت و معاد به صورت صریح و آشکار بیان شده است تا کسی در روز رستاخیز بهانه ای نداشته باشد. اما چرا در قرآن کریم از ولایت علی رضی الله عنه و امامت او که از اصول بسیار مهم دینی نزد شیعیان است و حتی آن را از نبوت هم بالاتر می دانند چیزی بیان نشده است؟ در قرآن کریم علاوه بر اصول دینی بخش زیادی از فروع دین نیز بیان شده است و قرآن کریم موارد مهم و اساسی و اصولی را بیان نموده و راه بهشت و جهنم را به خوبی نشان داده است و چنانچه مسئله ولایت علی رضی الله عنه این قدر مهمی بود حتما آن را نیز بیان می داشت. ما از آخوندان شیعه می پرسیم آیا الله جل جلاله در آخرین کتاب خود مسئله مهمی چون ولایت علی را مبهم می گذارد؟ و آیا الله در امر دین شبهه ایجاد می کند و با این کار بهانه را به دست گمراهان می دهد تا در آخرت بگویند ما متوجه نشدیم و دین الهی را به خوبی نفهمیدیم؟ آیا قرآنی که حجت است دارای پیچیدگی و ابهام است؟ یا اینکه الله جل جلاله حجت را بر بندگانش تمام می کند و آیات را به صورت صریح و روشن و قابل فهم می فرستد تا کسی بهانه ای نداشته باشد؟ نه، هرگز این گونه نیست. الله جل جلاله می فرماید ما فرقنا فی الكتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون. هیچ چیز را در کتاب فروگذار نکرده ایم سپس به سوی پروردگارشان حشر می شوند.